سلام دوستان نازنین، بازم شما را خوش آمدید میگم به آشپزخانه افغان پلیت. به این ویدیو خواستم که بر شما طرز پختن قورمه سینه مرغ به شما تهیه کنم که البته با ترکاری پخته میشه، بسیار خوشمزه است. حالا بر شما پخته میکنم و شما لذت ببرید. مواد لازمه را یک یک گفته و تیار میکنم. 4 عدد سینه مرغ است که خرد خرد توته کردیم. 3 رقم یا 3 رنگ مرچ دلمه است. سینه مرغ که دیدین شما توته کردیم، به مو رقم مرچ دلمه رو توته کردیم. 1 قاشق غذاخوری سیر میده شده، البته سیر تازه. 4 قاشق غذاخوری چیلی ساس. 1 قاشق چای زردچوبه، 2 قاشق چای پودر مرچ سیاه، نمک به قدر ضرورت، نیم گیلاس چایخوری روغن که میشه 100 میلی لیتر، 3 عدد پیاز، 2 عدد بانجرومی، 2 عدد مرچ سبز. به مو شکل که سینه مرغ یا مرچای دلمه را توته کردیم، به مو ترتیب بانجرومی، پیاز و همچنان مرچ سبز. سینه مرغ می خواهیم که اخته کنم. بر 1 ساعت سینه مرغ به ظرف مندازم. 1 قاشق چای نمک، 1 قاشق چای زردچوبه، 1 قاشق چای مرچ سیاه، البته پودر مرچ، نیم دانه لیمو و 3 قاشق غذاخوری روغن مایی. برای 1 ساعت اخته میکنم، میمونم که کاملا استراحت کنه. 1 قاشق غذاخوری سیر میده شده را اضافه کردم. نیم دانه لیموی تازه. حالا برای 1 ساعت میگذارم که استراحت کنه. بعد از 1 ساعت روغن به داخل از کرایی انداخته، 5 قاشق غذاخوری مندازم که داغ شوه. بعد مرغ را که مانده بودم که اخته شوه، حال سینه مرغ را مندازم تا کمی سرخ شود. سینه مرغ خوب سرخ میکنم تا آبش کاملا خشک شود و رنگ سینه مرغ تغییر کنه. سینه مرغ میمونم که کاملا رنگش تغییر کنه یا طلایی شکل شود. بعد 10 دقیقه سرش میمونم که کمی نرم شود سینه مرغ. برای 5 دقیقه دیگر سرخ کرده میرم و سرش میمانم تا خوب سینه مرغ نرم شود. بعد از 15 دقیقه بانجرمی پیاز و مرچه اضافه کردم، میمانم که خوب با هم پخته شود. به این قورمه آب ضرورت نمیشه چون ترکاری ها خودشان آب میکشن. و دقایق آخر مرچای دلمه را اضافه میکنم. حال میمانم که مرچای دلمه کم تف بگیره یا تف بخوره، با سینه مرغ نرم شوه. 1 قاشق چای مرچ سیاه انداختم. 1 روغن باز هم اضافه میکنم.
حالا ساس اضافه میکنم. این ساس مخصوص برای قورمه است. 4 قاشق غذاخوری از این ساس اضافه میکنم. بسیار خوشمزه است. شما میتونید کیره از دکانه چینایی به دست بیارین و همچنان از لیدل یا الدی پیدا میتونین. کم نمک هم ضرورت است اضافه میکنم. شما اگر دوست دارین که قورمه زیادتر تون شو میتونین که زیادتر اضافه کنین از این ساس. دوستای نازنین قورمه تیار شد. خدا کنه که لذت بخش باشه بر شما. تیار بتونین به می طوری که من تیار کردم. بسیار خوشمزه است. ایره خواستم که بر شما زودتر تیار کنم تا شما بتونین به شبهای رمضان به افطاریتون تیار کنین. بسیار تن مزه و خوش رنگ و خوشمزه است. دوستای نازنین میتونین این سالانه یا قورمه را با برنج سفید، چلو سفید نوشجان کنین و همچنان با نان افغانی خوشمزه یا نانایی که خودتان دوست داره نان خشک نوشجان کنین. بازم دوستای نازنین شما را به لای پاک می سپارم. جور آرام باشین با فامیل محترمتان. شب و روزتان پربرکت. خدا نگهدارتان. خدا حافظ. با احترام دوست همتان خدا نگهدار.